لاستیک ساوی توی ماشینا یه سری عوامل طبیعی داره که مال ذات خود ماشینه، یه سری عوامل غیر طبیعی داره که ما باعثش شدیم. میخوام کلا بهت بگم اصلا داستان چیه که لاستیک ساوی توی ماشینا اتفاق میفته و ما چیکار کنیم که این اتفاق کمتر بیفته و عمر لاستیکمون بیشتر بشه. اگه چنل منو نداری و تازه آشنا شدی حتما سابسکرایب کن، و اگه پیج اینستای منو نداری این بالا میاد اونم برو فالو کن. بیا تا بهت بگم داستان چیه. عوامل طبیعی که وجود داره یکیش اینه که اصلا ماشینی که شما از کارخونه میاری بیرون چرخاش به صورت موازی نیستن با هم دیگه، این دوتا زاویه‌ای که دارن موازی نیست، یک مقدار کمی یا سربازن لاستیک ها، چرخهای جلو یا چرخهای عقب، یا سرجمن. چرا اینجوریه؟ طراح اومده تعریف کرده براش که این عددی که میگم در حد دقیقه و ثانیه است. ما یه درجه داریم، واحد ریزترش میشه دقیقه و واحد ریزتر دقیقه میشه ثانیه، که طراح اومده براش معلوم کرده، گفته آقا این ماشین مثلا یک دقیقه چرخش باید به سمت داخل باشن. چرا؟ چون که مثلا محرک جلوه و وقتی که به سرعت 100 کیلومتر برسه توی اون فشار، توی اون نیرو، به سمت باز شدن چرخش بره و به سمت موازی شدن. اینو طراح براش معمولا پیاده کرده، ولی این اتفاق نمیفته. معمولا همه ماشین ها، همه چرخاشون توی بیشتر شرایط یه زاویه نسبت به هم دیگه داره، یا سرجمن یا سربازن. خب الان خودمون فهمیدیم دیگه، وقتی که شما با یه ماشینی حرکت کنی که لاستیکاش سرجمن باشه، خب داره استکاک ایجاد میکنه، این چرخ میخواد ماشین رو ببره سمت چپ، اون یکی میخواد ببره سمت راست، یه درجه خیلی کمی لاستیک ساوی بین این لاستیکا اتفاق میفته که باعث میشه که شما اگه مستقیما توی جاده بری یه درصد خیلی کمی لاستیک ساوی برات اتفاق میفته. عامل دومی که باعث لاستیک ساوی میشه سر پیچ هستش. شما داری میپیچی سر یه پیچ، حالا وزن داره ماشینت، سنگینه، با سرعت بالا داری این کارو میکنی، به فرمون ماشینت، به لاستیک ماشینت 15 درجه زاویه دادی که این پیچ رو رد کنی، اوکی. ولی میبینی ماشینت، یعنی اتاق ماشینت، کلا همه ماشینت با هم دیگه فقط 10 درجه داره میپیچه. چرا؟ چون وزنش زیاده، سرعتش زیاده. خب چرخهای ماشین یه همچین مسیری رو داره، ولی مسیری که خود اتاق ماشین طی می‌کنه یه همچین مسیریه. خب پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما باید یه خورده بیشتر فرمون بدی، و فکر کنم تست هم کردید وقتی دارید با سرعت بالا میری خیلی فرمون میدی دیگه صدای چرخهای جلو در میاد، چرخهای جلو خیلی زاویه گرفته ولی ماشین تقریبا داره مستقیم میره. خب این لاستیک ساویه دیگه، که میگم توی شرایط عادی که شما داری 100 کیلومتر یه پیچ معمولی هم رد می‌کنی اتفاق میفته، ولی ما اصلا نمیفهمیم این قضیه رو. چرا 15 درجه زاویه دادیم چرخهای ماشین ولی ماشین داره با 12 درجه میچرخه؟ این وسط این 3 درجه لاستیک ساوی داره اتفاق میفته، برای چرخهای جلو خیلی بیشتر اتفاق میفته، ولی خب چرخهای عقب یه درصد کمی این قضیه رو داره. اینم عامل دومش. عامل سوم که باعث لاستیک ساوی میشه ترمزگیری و شتابگیریه. وقتی که شما با ماشینت حرکت میکنی، چرخهای محرکت یک مقدار بیشتر از سرعت ماشینت داره میچرخه، یه درصد بیشتری، 10-30% داره سرعت بیشتری رو میچرخه که این ماشین رو بکنه بلند کنه، ولی هنوز اتاق ماشین سر جاشه، یه استکاک کمی داره، که البته این قضیه بیشتر خودش توی ترمزگیری نشون میده. چرا؟ شما داری میری با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، اون لحظه‌ای که پاتو میذاری روی ترمز، چرخات 100 کیلومتر بر ساعت نمیچرخه، داره 85-90 کیلومتر بر ساعت میچرخه، یه درصد کمی لاستیک ساوی داره، این چرخ باید آروم‌تر بچرخه که ماشین تو شما رو نگه داره به صفر برسونه. این سرعت کم که میگم 10-20% تا 30% لاستیک کمتر میچرخه، مال زمانی که شما جفت چه عرض کنم ستاپات گذاشتی روی ترمز. خب ولی حالتهای عادی که معمولی ترمز میزنی نه، این درصد اینقدر خیلی در حد 1-2% اصلا به چشم نمیاد. این یه عامل دیگه است که باعث لاستیک ساوی میشه. مثلا دیگه فهمیدید ماشین شما محرک جلوه، پراید 405 الوادی و هر چیز دیگه، چرخهای جلوش بیشتر لاستیک ساوی براش اتفاق میفته. چرا؟ چون ترمزهای جلوشون دیسکیه، چرخهای جلوشون میپیچه، معمولا همه ماشینا همینن، و چرخهای جلوشون محرکه. نگاه کنیم میبینی باید دو بار لاستیک جلو تو عوض کنی، ولی هنوز لاستیک عقب میتونی ازش استفاده کنی. این عوامل طبیعی بود، سه تا عامل بود که باعث لاستیک ساوی به صورت طبیعی میشه. عوامل غیر طبیعی چی؟ عوامل غیر طبیعیش مثلا میشه اینکه شما دستی میکشی با ماشینه، که البته ما اینجوری ما لاستیکای جلوی ماشینمون زودتر تموم نمیشه، لاستیک عقبش تموم میشه از بس که دستی میکشیم و دریفت میکنیم. عوامل غیر طبیعی دومی که باعث لاستیک ساوی میشه اینه که تنظیم فرمون نباشه چرخ. آقا من گفتم که چرخهای جلوی یه زاویه‌ای با هم دیگه دارن که در حد دقیقه و ثانیه است.
خب آقا من اومدم اصلا ماشینمو تنظیم فرمون نزدم، چرخ سمت چپی این شکلیه، چرخ سمت راستی این شکلیه، همینه که باعث میشه فرمون بدی می‌کنی ماشین میره سمت راست. خب این یه زاویه اشتباه رو داره، چرخ راست چپی من صاف، چرخ راستی خیلی زاویه داره، این باعث میشه که غیر طبیعی ماشین لاستیک ساوی براش اتفاق بیفته. یا عامل دیگه‌اش کمبر ماشینه که بعضی از ماشین‌ها به صورت طبیعی میفته توی عوامل طبیعی کمبر رو داره. کمبر چیه؟ از جلو یا پشت ماشین که نگاه کنی لاستیک اینجوریه دیگه، این لاستیک ماست. کمبر منفی داریم و کمبر مثبت. این لاستیک یک مقدار کجه، این شکلی کجه، این شکلی معمولاً کجه. توی تراکتورهای چرخا جلوشون خوب میتونید ببینید، برعکس اینجوری چرخاشون، برای اینکه فرمونش راحت‌تر بپیچه و حالا در عوض دیگه‌ای که داره. ببین میان زاویه کمبر، خب از عقب یا جلوی ماشین نگاه می‌کنی لاستیک این شکلیه، خب معلومه دیگه این قسمت لاستیک ساوی براش اتفاق میفته. که معمولاً سری از ماشین SUV و کراس اوور اصلا خودشون این کمبر رو دارن، خب و شما 6 تا 10 هزار تا بعد چرخای عقب یا جلو که این حالتیان رو با هم دیگه جابجا کنی که این طرفش هم ساویه بشه. ولی ممکنه حالا شما ماشین ضربه داره تصادف کرده، این قضیه براش اتفاق افتاده، یکی از چرخای ماشینش کجه. خیلی تو شهر می‌بینی یه سری از ماشینا پژو پرای یکی از چرخاش اینجوری کج، خب این باعث لاستیک ساوی غیر طبیعی میشه و اینو شما باید تغییرش کنی که درست بشه. حالا چه راههایی داریم که لاستیک ساوی توی ماشین ما کمتر اتفاق بیفته؟ الان تا اینجا که من اومدم که خودت می‌دونی حدوداً، ولی بذار من بگم. برای اینکه لاستیک ساوی غیر طبیعی توی ماشینت حذف بشه می‌دونی که باید تعمیر کنی ماشینت رو. اگه ماشینت کمبر پیدا کرده یا تنظیم فرمونش مشکل خورده، این دو تا رو که اوکی کنی دیگه لاستیک ساوی غیر طبیعی توی ماشین نیست. ولی لاستیک ساوی طبیعی رو چیکار کنیم با ماشینمون؟ برای اینکه لاستیک ساوی طبیعی توی ماشین به صفر برسه فقط کافیه که ماشینت رو از سر جاش تکون ندی. خب اینجوری که نمیشه. پس یه چیزی بهتون بگم، اصلا کلا لاستیک ساوی طبیعی اتفاق میفته. شما مستقیم هم که بری سر اون قضیه اول که بهت گفتم داره لاستیک ساوی اتفاق میفته. زاویه تو این تو اوت، سرجمی و سربازیه، چرخ‌های جلو و عقب که بستگی به محرک جلو و محرک عقب داشتنشون داره که اینا تغییر میکنه و طراح رو معلوم میکنه. شما مستقیما بدید یه درصد خیلی کمی به یه مدت خیلی زیادی این لاستیک ساوی اتفاق میفته و اینکه نپیچی. خب میتونی شما نپیچی، باید بپیچی دیگه، لاستیک ساوی اتفاق میفته. و عامل سومش ترمزگیری و شتابگیری ناگهانی بود که حالا اگه من بخوام بگم چیکار کنیم که طبیعی ها کمتر بشه، اینه که ترمزگیری و شتابگیری ناگهانی نداشته باشی. یه جایی که می‌بینی مثلا با 60 کیلومتر باید این پیچ رو رد کنی، تو با 120 کیلومتر نخوای رد کنی که جیغ از لاستیکا در بیاد. و این عامل اولی که اصلا کارش نمیتونی بکنی، هر چقدرم چیکار باید کنی، این ماشین لاستیک ماشین اینجوری با چیکار کنی؟ عاملش اینه که وایسی اصلا هیچ جا نریش کاری نکنی. خلاصه که این سه تا عاملی بود که واسه الان دیگه ببین اینا رو اگه تا اینجا اومدی کامل لو کردی یک قشنگ میدونی که چه اتفاقی میفته. لاستیک ساوی اتفاق میفته به صورت تئوری کامل برات گفتم. اگه حال کردی این ویدیو رو حتما لایک کن، برام کامنت بذار، اگه نکته‌ای رو فراموش کردم تو برام بگو حتما توی کامنت ها. و اینکه چنل منو یادت نره سابسکرایب کنی، پیج اینستاگرام منم این بالا میاد حتما فالوش کن. خیلی چاکری.